از دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب. آقای دکتر، با توجه به تصمیم اسرائیل برای ممنوعیت ورود دبیر کل سازمان ملل به این کشور، فکر میکنید این اقدام چه تأثیری بر نقش سازمان ملل در حل بحران‌های منطقه‌ای و روابط دیپلماتیک در خاورمیانه خواهد داشت؟ و آیا از لحاظ حقوقی و روابط دیپلماتیک عنصر نامطلوب خواندن دبیر کل سازمان ملل متحد وجاهتی داره؟ بفرمایید. تا اونجایی که من به حافظم مراجعه کردم، فکر میکنم در طول عمر 8 دهه سازمان ملل متحد هرگز هیچ کشوری نیامده از شخصی در جایگاه دبیر کل رو به عنوان عنصر نامطلوب نامگذاری کنن. ببینید، عنصر نامطلوب یا پرسونا نان گراتا یک ترم حقوقی است که در روابط دیپلماتیک برای اینکه دو کشور اگر از همدیگه با همدیگه تنشی داشته باشن، مثلا تصور کنن که دیپلماتی در خاک ما هستش اما وظایف دیپلماتیکشو نه انجام نمیده، بلکه داره وظایف جاسوسی رو انجام میده، خب نمیتونن دستگیرش بکنن چون اجازه دستگیری او رو ندارن، نمیتونن توبیخش کنن، نمیتونن محکومش کنن، نمیتونن اعدامش کنن. تنها راهی که وجود داره به عنوان عنصر نامطلوب اخراجش کنن. اون هم برای اخراج کردنش این هستش که مثلا فرض کن 1 ماه بهش وقت بدن، 1 هفته وقت بدن، 2 روز وقت بدن، 24 ساعت وقت بدن، مستی داره که چقدر شدت ناراحتی رو بخوان نشان بدن، یا از کشور رفته بیرون بخواد برگرده بهش اجازه ورود ندن. این در بین کشورها خیلی اتفاق میفته، اما دبیر کل سازمان ملل متحد رو به عنوان عنصر نامطلوب اعلان کردن اصلا شگفت انگیزه. دقت بفرمایید، دبیر کل ریاست دبیرخانه را دارد و دبیرخانه یکی از 6 رکن سازمان ملل متحد هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه سازمان ملل متحد مثلا مجمع عمومی داره، شورای امنیت داره، اکوسوک داره و دیگران و دیوان بین‌المللی دادگستری داره. این صدا برمیگرده. در این شرایط در مادر وقتی شما محرومش میکنید، یه دبیر کل رو محروم میکنه، یه دبیر خانه رو دارید محکوم میکنه، یعنی یکی از ارکان سازمان ملل متحد رو شما دارید تحت این توبیخ قرار میدید و حال اینکه او کار خودش رو داره انجام میده، نهایتا شما میتوانید بهش گلایه کنید که آقا شما وظیفت رو خوب انجام ندادید. شما میتوانید به ضمن اینکه اسرائیل خب رابطه بسیار قوی با آمریکا داره، از با اروپا داره، با فرانسه، با از طریق کشورهایی که نفوذ دارن بگن که آقای دبیر کل داره وظیفش خوب انجام نمیدهن. اما اینکه او رو به عنوان عنصر نامطلوب اعلام بکنید، این بسیار عجیبه. عجیبتر این هستش که خب خانم فرانچیسکا آلبانز رو هم ممنوع کردن. خانم فرانچیسکا آلبانز یک حقوقدان برجسته ایتالیایی است که گزارشگر وضع حقوق بشر در اسرائیل هستش. ایشون به صراحت آمده مواضع بسیار سختی گرفته علیه اسرائیل و گفتن که او رو به خاک کشورمون راه نمیدن. این کار هم خب در واقع یه نوع تقابل هستش با شورای حقوق بشر. اما در این خصوص خیلی کشورها هستن که گزارشگر رو راه نمیدهند، مثل جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه حقوق بشر الان برای بیش از 2 دهه هستش راه نداده. کار غلطی هست اما بسیار تکرار میشه. این کشورهایی که نمیخواهند جنایاتشون روشن بشود، جلوی گزارشگر رو میگیره. این زیاد اتفاق افتاد. اما دبیر کل سازمان ملل متحد رو عنصر نامطلوب اعلان کردن، یه چیز واقعا شگفت انگیزه و خب نشان میده که چقدر الان فشار روی اسرائیل بالا رفته که آمده یه همچین تصمیم نامتعارفی رو گرفته. بله، سپاسگزارم از همراهیتون. با تشکر از دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.